سوال بعدی هم یک سوال سینتیک بوده، سوال قشنگی بوده، در این حال ساده. میگه در واکنش موازنه شده زیر پس از گذشت 4 دقیقه، یعنی دلتا تی 4 دقیقه، از شروع واکنش مقدار 1.2 مول آب تولید شده و مقدار 42 گرم از NH3O3 باقی مانده است. چند ثانیه دیگر واکنش کامل میشود؟ باش آقا، دلتا N آبو داده، چقدر؟ 1.2. یه چیزی یادت باشه، تولید می شود، مصرف می شود، تجزیه می شود، تشکیل می شود، اینا همه به معنای دلتا اینه. وقتی میگه 1.2 مول آب تولید می شود، یعنی دلتا این آن آب 1.2. تو چه زمانی؟ تو دلتا تی 4 دقیقه. بله. خب آر متوسط H2O رو میتونی پیدا کنی، میشه 1.2 تقسیم بر 4 که میشه 0.3 واحد مول بر دقیقه. آقای استاد رحیم، آر آب رو پیدا کردی، سوال راجع به کامل شدن واکنش و مقدار NH3O3 است. خب کاری نداره عزیزم، خیلی ساده میگی آر متوسط NH3O3 دقیقا 2 برابر آر متوسط آب. علم غیب داری آقا؟ خیر، چون ضریبش 2 برابر آبه پس سرعتش هم 2 برابره، پس آر NH3O3 میشه 0.6 مول بر دقیقه. نکته جالب، وقتی که بهت میگه واکنش کامل بشه، یعنی کل واکنش دهنده مصرف بشه برسه به صفر. وقتی واکنش قرار کامل بشه یعنی تموم بشه، یعنی برسه به صفر. خب میخوام برسه به صفر، چقدر مونده؟ 42 گرم. اگر من بخوام به مول تبدیلش کنم، مول باقی ماندت میشه چقدر؟ میشه 42 تقسیم بر جرم مولی NH3O3 84، یعنی نیم. آقا این نیم مول قراره برسه به صفر. خب پس آر NH3O3 میشه 0.6. چقدر تغییر؟ نیم مول میخواد برسه به صفر، یعنی نیم تا تغییر، پس میشه نیم. چقدر زمان میبره؟ بر حسب دقیقه است دیگه. آقا کجا فهمیدی بر حسب دقیقه است؟ چون این 0.6 مول بر دقیقه است، اینم به دقیقه میاد بیرون. دقیقت برابر میشه با چقدر؟ 0.5. اما سوال گفته چند ثانیه، پس ضرب در 60 میکنی، این میشه 10 تا تو 50 میشه 50 ثانیه. گزینه یک جواب تسته. دو تا چیزو دقت کن، یک، ضریب هر کی هر برابر باشه سرعتش هم همونقدر برابره، ضریب NH3O3 دو برابره آبه پس سرعتش هم دو برابره. دومین نکته، وقتی میگه واکنش کامل شود، یعنی واکنش دهنده باقی مانده تمام شود، به صفر برسد. و سومی، حالا سه تا مورد رو دقت کن، و سومی، واحد چون مول بر دقیقه است، دلتا اینو به مول گذاشتم، دلتا تیمم به دقیقه اومد بیرون.